گذر جیسان و یا معیاری G42 در ناحیه نهم شهر هرات واقع شده و بیش از 2000 نفر در این گذر ساکن هستند. اهالی این گذر با همکاری و امیاری یکدیگر توانستند بخش بزرگی از گذر خود را کانکریت کنند. گذر جیسان و یا معیاری G42 از شمال با گذر G26، از جنوب با گذر G43، از شرق با گذر G44 و از غرب با گذر G41 همجوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بینندگان خوبی برنامه خودم میسازمت. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سعادتمند باشین. عزیزان بیننده، آمادیم در نایی نوم گذر جیسان میاری G42 انشالله با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. در نایی نوم گذر مرکزی جیسان میاری 42 ارتباط به تابلوی ورودی گذر متاسفانه هنوز نصب نکردن که ما وعده از وکیل سب میگیریم، با اینکه تابلوی کوچه‌های فرعی همه نصب شده. جناب آقای یوسفی گفتن که ما توسط همکاری و همیاری و پول جمع کردن از خود مردم تابلوی کوچه‌های فرعی نصب کردیم و انشالله همون قسمی که با انگیزه تابلوی کوچه‌های فرعی نصب شد حتما تابلوی ورودی را نصب کنیم که مهم، لازمه و ضروریه. ارتباط به پلاک خانه ها، تمام خانه ها خوشبختانه خدا رو شکر همه پلاک بندی شده و همون قسمی که گفتم کوچه ها هم خب تابلوها نصب شده، پلاک ها هم همچنان و فقط یک تابلوی ورودی کم دارن که به زودی های زود انشالله تابلوی ورودی هم نصب بشه. ارتباط به روشنایی، بیشتر جاهای LED ها نصب شده و جناب وکیل سه گفتن که جاهایی که LED نصب نشده خود اهالی گذر لامپ نصب کردن که ما به چیش میبینیم و تشکری میکنم، خیر ببینن انشالله. و ارتباط به دوربین های امنیتی، جاهایی که نیاز باشه، لازم و ضرورت باشه، مثل مغازه‌دارا، مثل سر کوچه، آخر کوچه، وسط کوچه یا سر چهارراهی ها نصب است دوربین های امنیتی، انشالله که همکاری هم داشته باشیم. تمام مواردی که من صحبت کردم فقط تابلوی ورودی گذر نداشتن، دو نمره کم میکنیم، انشالله که روز برسه به زودی های زود تابلوی ورودی گذر هم نصب بشه تا انشالله دوست و عزیزی که آدرس میدیم به راحتی بتونه آدرس پیدا کنه. با شروع ثبت برنامه ما رحمت الله جل جلاله هم شروع به باریدن کرد که انشالله همیشه کشور عزیز ما، هرات عزیز ما مشمول رحمت الهی باشه و واقعا حس خوشایندیه و انرژی بخشه وقت زمزمه رحمت الهی و نزول رحمت الهی به گوش میرسه و میبینیم. ارتباط به پاکی و نظافت در گذر، برنامه ریزی خیلی خوب دارن، تنظیف خصوصی در هفته 3 بار میایه برای انتقال دادن آشغال ها و اهالی گذر هم همکاری دارن و در هفته 2 بارن جروکشی میشه که ما میبینیم واقعا پاکی و نظافت به چیش میخوره. امیدوار هستم که همکاری داشته باشیم. از این به بعد کم کم فصل زمستان در حال آمدن است، بارندگی ها انشالله بیشتر بشه و بیشتر میشه، پس خوبه که ما جوهایی که داخل کوچه رد شده مد نظر بگیریم، کانال های بزرگ مد نظر بگیریم، کسایی که قفلت میکردیم از این بعد غفلت نکنیم و آشغال سر جو کنار جو نندازانیم تا خدای نخواسته هیچ کس آزار اذیت نشه، چون برنامه ریزی خیلی خوبی دارن. در هفته 3 بار تنظیف خصوصی میه و میگه همکارم من هم نمره الار میدم که مبارکشان باشه انشالله. خدا را شکر در گذر مرکزی جیسان کار ساخت و ساز هم به خوبی جریان داره، مونده نباشیم. بر علاوه که بس ساختن به خوبی مد نظر گرفتن، بس عقب نشینی خیلی خوب مد نظر گرفتن که من از صاحب و مالک خونه ای که در حال ساخت ایمار هستن تشکری میکنم، خیر ببینن انشالله. این قسمت هم آقای کاظمی عزیز اگه کمی جلوتر شما این قسمت هم به خوبی مد نظر گرفتن و این قسمت هم، یعنی از دو طرف عقب نشینی کردن که خیر ببینن انشالله. برای ما همی امیدوار کننده و نوید بخشه و انشالله که به زودی های زود به مو قسمی که دوست دارن خونه اینا ساخته بشه. چرا؟ چون بحث عقب نشینی به خوب مد نظر گرفتن به خوبی و انشالله کسایی که می سازیم هم یک برنامه ریزی برای عقب نشینی داشته باشه، یعنی قبل از اینکه کلینگ ساختن بزنیم پیش خود خوب بسنجیم، برنامه ریزی کنیم که چی مقدار باید به کوچه اختصاص بدیم انشالله. فعال بودن مساجد در گذر مرکزی جیسان، یک مسجد وجود داره، میریم با فعالیت های مسجد آشنا میشه. بره 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 بره
در داخل مسجد جامع هستیم، حیات خیلی بزرگ داره و خوبه که فضای سبز را به خوبی مد نظر گرفتن. بر علاوه که فضای سبز، انشالله من از وکیل صاحب درخواست میکنم که بیشتری فضا دیده بشه و جاکفشی خیلی خوبی که در ابتدا توجه ما جلب کرد، اینجا سلیقه به خرج دادن، ابتکار به خرج دادن و درست کردن، خیر ببینن انشالله. میریم خانه مسجد جامع میبینیم که چگونه هست. ارتباط به فعال بودن مساجد در گذر مرکزی جیسان میاری 42، یک مسجد جامع که هم پنج وقت ادا میشه و هم نمازهای جمعه ادا میشه. ما در داخل مسجد جامع هستیم و واقعا پاکی و تمیزی قشنگ حس میشه. خیر ببینن کسایی که تلاش میکنن، برنامه ریزی میکنن تا مساجد و مسجد جامع ها پاک و محتر باشه. انشالله که خداوند مزد میده و همه ما کسایی که مسئول هستیم بیشتر سعی کنیم که بیشتر از اینا زیباتر دیده بشه. واقعا فضای خیلی بزرگی هست. اگر ارتباط به روشنایی مسجد جامع بگم، خیلی خوب مد نظر گرفتن، لوستر خیلی خوبه که چشم نواز نصب کردن، سیستم صوتی به خوبی مشخصه، بس سرمایشی را اگه مد نظر بگیریم به خوبی کولرهای بزرگ نصب کردن که خیر ببینن انشالله. اینا باید در مساجد ما، در مسجد جامعه ها فعال باشن، یعنی هر دو ماه، هر سه ماه یک بار مسئول مسجد جامعه، بر علاوه که بخش تنظیم پاکی و نظافت را مد نظر میگیرن، تمام اینا هم باید چک بشه. سیستم صوتی باید چک بشه، کولرها باید چک بشه، لامپایی که سوخته باید چک بشه، برای وکیل صاحب برسونن، وکیل صاحب باز اگر نیاز به پول داشت به حالی گذر برسونن تا همیشه اینا فعال باشه انشالله. و ارتباط به کتابخانه مسجد جامع، اگرچه در این مسجد جامع دو طبقه، طبقه زیرزمینی و طبقه که ما فعلا هستیم، و من مطمئن هستم که بخش برای کتابخانه هم اختصاص دادن که انشالله دوستان و عزیزان ما اوقات بیکاری خوبی هم صرف مطالعه داشته باشن. وضوخانه خیلی خوبی داره و من هم تمامی زیبایی ها و خوبی هایی که گفتم هست، نمره کم نمی کنه انشالله که مساجد ما فعال تر از اینا باشه. ارتباط به توسعه شهری در گذر مرکزی جیسان میاری 42، بس کانال ها جناب وکیل سه گفتن تحت پلان هست، کانال های بزرگ و میاری باید ساخته بشه، اما در هر کوچه ای که ما رفتیم و بیشتر کوچه ها جوی وسط کوچه هست و به خوبی مد نظر گرفتم و مستحکم مد نظر گرفتن، خیر ببینن انشالله. و واقعا باید دیگه اهالی گذر، ساکنین همین کوچه به خوبی در افس و نگهداری از این کوچه ها باشن، بس پاکی رو مد نظر بگیرن. و اگر یک زمان شلنگ رد میکردن، سیم رد میکردن، خواهشان از بغل رد کنیم و مجددا دوباره سری سمیت کنیم تا این تخریب نشه انشالله. و وقتی بارون میباره و آب روان میشه، شما مو بس پاکی و نظافت رو پیدا میکنه که چقدر مهمه. یعنی شما ببینیم یک پوشی پوفک نمکی میتونه کوچر، تمام کوچر آب ور داره. پس دست کم نگیریم، حتی یک پوشی پوفک نمکی هم کس نندازین به کوچه. اگر عیانا شما میبینید در می کوچه ساکن هستیم، بالاخره برداریم. ارتباط به کنگره، دمی کنگره کوچه جدیدن کنگره شده، امسال از یک کوچه دیگه دری بغل کنگره شده که خیلی خوبه و مستحکم هم ساخته شده. و ارتباط به عقب نشینی، جاهایی که نیاز هست و ساکنین گذره که میسازن، که من رد شدم چند جار دیدم و تشکری میکنم، خیر ببینن انشالله. تمام میاراتی که من صحبت کردم چون کانال بزرگ و عمومی ندارن، انشالله که مد نظر بگیرن که مهمه. من نمره 7 میدم، مبارکشان باشه انشالله. ارتباط به وجود فرست معرومان، کمکایی که از نادهای مختلف، از مؤسسات مختلف و دست وکیل صاحب گذر میرسه، با برنامه ریزی شده، با سروی کردن خانه ها، با شناختی که از فقرا دارن به دست فقرا و مستمندا میرسانن. انشالله که کمک ها بیشتر بشه و انشالله که حق به حقدار برسه. انشالله که همه ما برنامه ریزی کنیم، اما قسمی که آمادگی ها برای زمستان میگیریم، بالاخره سعی میکنیم که زمستان گرم داشته باشیم، خانه گرم باشه. یکی از برنامه ها و هدف های ما در زمستان هم کمک کردن به فقرا و مستمندا و نیازمندا باشه. چرا؟ خیلی مهمه. در تابستان هر رقم باشه زندگی سپری میکنم، اما با سردی نمیشه زندگی کرد. پس خوبه که هوای فقرا و مستمندا داشته باشیم. جناب وکیل سه گفتن که در مدت 7 ماه کمک نرسیده به دست ما، ولی برنامه ریزی خیلی خوبی دارن. انشالله که نادهای مختلف، بنیادهای مختلف، مؤسسات مختلف بالاخره بیشتر فعال باشن و تجاری که در گذر ساکن هستن، اینا هم با وکیل سه همکاری داشته باشن. وکلای گذر شناخت خیلی خوب و دقیق از
فقرا و مستمندا دارن. پس خوبه که شما کمک به دست از اینا برسانید و ان شاءالله اینا هم به دست فقرا و مستمندا برسانن. برنامه خوبی دارن، نمره الار میگیرن. ان شاءالله که همه ما به برنامه ریزی کردن زمستان خوبی برای فقرا و مستمندا رقم بزنیم ان شاءالله. ارتباط به وجود فضای سبز در گذر مرکزی جیسان میاری G42 بیشتر از خانواده ها مد نظر گرفتن در داخل خانه های خود و بیشتر میطلبه که همون قسمی که خانه های خود بالاخره سبز کردیم خیر ببینیم ان شاءالله. تشکری میکنم. مهمه که داخل خانه هم سبز باشه، اما یک برنامه ریزی هم به پیاده رو و به جلو خانه هم داشته باشیم. بعض از ساکنین گذر به خوبی سلیقه به خرج دادن، مد نظر گرفتن. اوی دکسایی که داخل خانه فضای سبز داریم و بیرون خانه مد نظر نگرفتیم، هدف وصل صحبت ممنوع بودن. شما ببینیم این قسمت از دور چشم نوازه. فضای سبز خیلی مهمه، خیلی خوشاینده. یعنی هر کدام من و شما نیاز داریم که این فضای سبز رو ببینیم، حس آرام میگیریم. فضای سبز انشالله که به هر کوچه‌ای که ما داخل میشیم جا برای فضای سبز نباشه. از بس کمگی ما برنامه ریزی شده، بالاخره برای فضای سبز پیش بریم انشالله. من در داخل خانه ها خیلی دیدم خیر ببینن انشالله، اما در داخل گذر کمتر به چشم میخورد، پیاده روا کمتر به چشم میخورد. انشالله که جناب آقای یوسفی به عنوان وکیل گذر و عالی گذر، بزرگان گذر، برنامه منظمی برای امسال داشته باشن. امسال ویژه برای قرص درختان مد نظر بگیریم تا انشالله گذر مرکزی جیسان به سرسبزی معروف و مشهور بشه انشالله. چون بعض جاها خلاها بود که امیدوارم به سال آینده برطرف بشه. نمره 6 میگیرن که مبارکشان باشه انشالله. در خدمت داوودشاه یوسفی وکیل گذر هستیم و مدوستان ارتباط به کانگریت جاده ها صحبت داشته باشین. جناب آقای یوسفی که چگونه هست و چگونه اینا کانگریت شد، توسط کیا کانگریت شد؟ اینا از طرف یک از مؤسسات خارجی بود، به مدت یک سال قبل این کوچا کانگریت شد، ولی کارگرها برنامه‌هایی که بود از اون خوب خود مردم منطقه بودن و بسیار زیبا کانگریت کردم و ما از مردم هم تقاضا کردیم که در حفظ و نگهداری از این بسیار کوشا باشن، به خاطر که این هم باعث پاکیزگی و باعث نظافت و باعث زیبایی گذر ما میشه. در قسمت لوله ها و کابل های برق هم ما برنامه های داریم که هر برادر، هر شهروندی که میخواه لوله ها کش کنه، کابل برق کش کنه، باید ما به جریان بگذاره. بعد از اتمام کاریو باید به نفع احسن دوباره رمیت اساس کانگریت کنه که از تخریب از جلوگیری شه. بله خیلی خوب. مدت چند سال؟ یک سال میشه؟ یک سال میشه. بله بله. به مدت یک سال به خوبی بس حفظ و مراقبت مد نظر گرفتن، یعنی بله. هیچ جا شکستگی نداره. ولی خب با این مستحکم بودنی که ساخته شده، حالا باید 10 سال بعد ما بیایم باز همین رقم باشه ان شاء الله. و با این برنامه‌ای که شما داریم، چی برنامه‌ای داریم برای جاده‌هایی که هنوز کانگریت نشده جناب وکیل صاحب؟ ما خب خود نیای محترم شهرولی به جریان هستیم، به ارتباط هستیم و اونا هم به ما قولهای دادم، تحت پلان بگرفتم گذرمم کوچه‌ای که بمونده. انشالله قرار شد که به میزیترین فرصت انشالله بیان کار کانگریت رو شروع کنم. تمام کوچه ها ما رو بلس بگرفتن انشالله که به میزیترین فرصتی کار انجام بشه انشالله. و یک نکته خیلی زیبایی که شما اشاره کردیم، پولر محسسه داده ولی کارر خود اولی گذر کردن بلیو. تمام ساکنین گذر خوبه وقتی خود ساکن گذر دست به کار بشن، اهمیت از این بیشتر درک میکنن که چقدر به سختی ساخته میشه و چقدر باید ما مواظب باشیم. جناب آقای یوسفی عزیز، کانال خیلی خوب و مستحکم از داخل جاده رد شده و ارتباط به پلان ها در گذر بگیم که انشالله کانالی که قرار کشف بشه و ساخته بشه چگونه هست؟ خب ما و شما میفهمیم که کنگره بدون کانال نتیجه نمیده. به خاطر همین ما به همکاری نهیه انشالله قرار شد که اول کانال های کوچار، تمام کانال ها از اینا رو کش کنیم، بعد از این انشالله به صورت پخته و اساسی کوچار کنگره کنیم انشالله. انشالله. شهروند مسئولیت پذیر، یک ساکن گذر چی وظایفی مد نظر باید بگیره؟ در خدمت جناب عبدالامید جان هستیم و عبدالامید جان میگن که یک ساکن گذر چی وظایفی باید مد نظر بگیره در گذر؟ قدم اول خوش آمدید میگم به معلم و معلم جسان. سلام داشت. وظیفه هر مسلمان هست، هر شهرونده که در قسمت پاکی کوچه بله. باید همکاری کنم باشقالا داخل جا، مثلا تا زمین ها نرزن بله. یا به تا کوچه نرزن، همچنان در قسمت فضای سب کوشش کنن که نالا داخل کوچه آب بدم،
و اونو دقیق نکنن و بچه خود نگذارن که اونو بزنن دست بزنن و همچنان به قسمت وکیل گذار بزرگان باید همکار ما باشیم که بتونیم ما یک فضای سبز داشته باشیم و همچنان بتونیم یک کوچه منظم و پاک داشته باشیم. بله خیلی هم خوب، واقعا صحبت‌های خیلی خوبی داشتیم. اما همکاری با وکیل صاحب گذر، یک جوان وقتی همکار باشه با وکیل صاحب گذر، وکیل صاحب گذر خیلی کارا میتونه انجام بدن، میتونه برای پیشرفت گذر هم موثر باشه. پس خوبه جوانان عزیز، همکاری خود دست کم نگیریم، بی تفاوت نباشه نسبت به همکاری. اگر وکیل صاحب یک وقت ندا میدن، صدا میدن که بیایم فلان جا بسازیم، ان شاء الله اگر توانایی مالی نداریم و بیکار هم هستیم، فرصت خیلی خوبیه که شما جانی در خدمت ساختن گذر خوب باشیم و خیلی خوب میشه. ارتباط به شهروند مسئولیت پذیر، خلاهای خاصی ندیدیم، بجز این که فضای سبز کمی کمترک مد نظر گرفتن که عبدالحمید جان گفتن بیشتر انشالله امسال مد نظر بگیریم. من هم نمره 7 میدم، انشالله که همه ما به عنوان شهروند در هر جا که زندگی میکنیم وظایف خود به خوبی مد نظر بگیریم. الهی شکر، رحمت الهی خوب میباره، ما هم کم تر شدیم، تر شدن ما مهم نیه، باریدن مهمه، انشالله که بباره. و من تشکری میکنم از این ساکن خوش سلیقه، وقتی بس از سلیقه میشه یعنی این. شما ببینیم بر علاوه که داخل خانه فضای سبز به خوبی مد نظر گرفتم، بیرون خانه چی سلیقه‌ای به خرج دادن. خیر ببینن انشالله از ابتدای جاده عمومی و بزرگ وقتی شما داخل بشیم اینا چشم نوازه. خیر ببینم و من تشکری میکنم انشالله که خداوند با عمر نا برکت بده و انشالله که بقی ساکنین گذرم الگو برداری کنن تا همی فضای سبز ادامه داشته باشه. امروز در نایی نوم گذر مرکزی جیسان میاری 42 در خدمت جناب داوودشا یوسفی وکیل گذر بودیم که از ابتدای گذر که تابلوی ورودی گذر بود تا این تا که وجود فرست معرومان بود، مجموع نمراتی که گذر مرکزی جیسان بخوای اختصاص داد 73 نمره. من صحبتهای جناب آقای یوسفی میشنوم که واقعا به این شرایط من تشکر میکنم که زحمت کشیدیم با ما تمام گذر گشتیم. آقای یوسفی، کامرا در خدمت شماست، گفتنی های شما رو میشنه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار به منطقه ما خوش آمدیم، تشکر میکنم که وقت خود بکشیم به زی هوای بارانی سلامت باشیم، گذر ما آمدیم، لطف کردیم، بزرگی کردیم. دیگه داوودشا یوسفی هستم، خدمتکار و وکیل گذر مرکزی جیسان جی 42 نایی نام شرولی شهر هرات به خدمت شما است. بله سلامت باشیم. با مدت 7 ماه میشه که به عنوان وکیل بله فعالیت میکنه و خود شما وقت خدمتگار خود خود معرفی کنیم انشالله نوید بخش و امیدوار کننده، انشالله که همه وکیل صاحبا به هر شرایطی که میشه بالاخره همونطور آماده باشن. جناب وکیل صاحب، در این 7 ماه چی پیشرفتای در گذر صورت گرفت؟ والا من جا داره تشکر خاصی داشته باشم از نماینده های و اعضای شورا و کل مردم که در این مدت 7 ماه و کنار ما بودن. ما تا حدودی تونستیم که بعضی از کوچه ها به اندازه ما بودجه که در نظر گرفته شده بود ما کوچه ها خور به خیر خوشی که همین تک دیدیم در تصویر هم دیدیم اینا کانال کش کردیم، پخته کردیم و همچنین دم کوچه ها تابلو به معیاری شوندیم. ارتباط به نصب تابلوهای کوچه های فری گفتیم، چی برنامه برای نصب تابلوی ورودی داریم جناب آقای یوسفی؟ ما خب ابتدا گفتیم که باشه که ما تابلوها دم کوچه ها رو نصب کنیم، بعد از این انشالله برای فرصت باز و همکاری مردم تصمیم داریم که به دو قسمت، یک قسمت سر زیارت بابای غریب که اول ورودی گذر ما میشه، یک قسمت هم سر چرایی، دو تا تبله و کلون میاری ما اونا رو انشالله ما که به زود بریم فرصت نصب کنم. بله انشالله. و کوتا همی تابلوی کوچه های فری نصب کردن چقدر زمان برد؟ خیلی، اینا به مدت بسیار کمی، به ظرف یک هفته ما پول از مردم جمع کردیم و انشالله یه تبله وار هم نصب کردیم. بله. بسیار کار. و چند کوچه داریم؟ ما 24 کوچه داریم. 24 کوچه با مدت یک هفته پول جمع‌آوری شد. من مطمئن هستم که به ظرف یک ساعت شاید پول جمع‌آوری بشه برای نصب تابلوی کوچه تابلوی گذر بله. که خیلی مهمه، لازمه، ضروریه. جناب وکیل صاحب، پیام شما و خواسته شما به عنوان وکیل گذر، حضالی گذر چی است؟
خب این چیز مسلمه که وکیل گذر به تنهایی نمیتونه که کارها یک منطقه یک گذر خود به پیش ببره. همکاری نماینده کوچه اعضای شورا و کل مردم منطقه لازم و ضروریه که در قسمت نگهداری کنگره، در قسمت سرسبزی، در قسمت نظافت کوچه ها حتما خود وکیل گذر و تمام دوستانی که در این راسته هستن همکاری حتما داشته باشن. و باز هم تشکری خاصی دارم از مردم که در کنار ما هستم و در قسمت نظافت و سرسبزی خود ما همکاری خاصی دارم. و یک تقاضای هم از ناحیه محترم شهرولی دارم، خیلی خود ما همکاری داشتم و باز هم ما تقاضا داریم که انشالله به زودترین فرصت همین گذر ما رو به لیست بگیرم و همین کوچه‌های کمانده انشالله اونا رو هم پخته و اساسی کنگره کنم. بله انشالله شما سلامت باشیم. ماشالله جوان هستیم و خدا را شکر همه همکار هستیم و می همکاری کمه پیشرفتا میشه. من تشکری میکنم از جناب آقای یوسفی عزیز. انشالله که برنامه ما با این سختی ها که ثبت نشه و پخش میشه مفید واقع بشه. نمره 73 هم مبارک شما باشه دوستان عزیز ما. این بود برنامه این هفته. خدا میسازم تا برنامه دیگر. الله نگهدار.